خب بسم الله الرحمن الرحیم تو این قسمت از سخنرانی ها و آخرین سشن از سمپوزیوم در خدمت آقای دکتر سفری هستیم. ایشون دکترای خودشون رو از دانشگاه طبیعت مدرس گرفتن و مدتی هم به عنوان پژوهشگر پسادکتری یا پستاک توی ریکن ژاپن مشغول به کار بودن و الان هم به عنوان عضو هیئت علمی توی گروه علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی مشغول به کار هستن. در خدمتتون هستم آقای دکتر. سپاسگزارم از دکترتون. ممنونم. دوستان از من خواسته بودن با رویکرد در واقع نوروساینس و نوروبیولوژی یه در واقع مبحثی رو توی این همایش ارائه بدم خدمتتون. نگاه هم در واقع نگاهی است که شاید بتونه بین رشته‌ای باشه، یعنی اطلاعاتی رو از بیولوژی مغز یا از نوروبیولوژی هم از میخوام خدمتتون اینجا عرض بکنم که نگاه ما در نوروساینس با نگاه در نوروفیزیولوژی و بیولوژی به بحث‌های شبکه است. خب یعنی میخوام اینجوری منتقل کنم خدمتتون که ما شبکه‌ای که واقعا در مغز میشناسیم، نورونتوری که واقعا در مغز میشناسیم و داره کار می‌کنه شامل چه اجزایی، چجوری نگاه میشه این بر به مثلا. برای اینکه در واقع این موضوع رو خدمتتون توضیح بدم یه قطعه زوم می‌کنم. خب یه کانسپتی رو تو نوروساینس داریم به نام میکرو سرکت و ماکرو سرکت. میکرو سرکت به لوکال نورال نتورک میگیم یا مدارهای عصبی در واقع موضعی، و ماکرو سرکت به کامیونیکیتینگ برین ریجنز یا نواحی که با هم یه ارتباط برقرار می‌کنن. برای مثال در پردازش حسی این رد همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اطلاعات از ایمپریزی منتقل میشه به نواحی برین استم، از اونجا به نواحی در تالاموس و از اونجا به نواحی در کورتکس. دید شبکه‌ای که اینجا وجود داره این است که هم در واقع نواحی دور از هم با هم دیگه ارتباط دارن، نتورکی بین هم بینشون در واقع وجود داره، هم تو نواحی لوکال تو هر منطقه مدار مختص خودش داره. یکی از جاهایی که خیلی خوب مورد بررسی قرار گرفته تو نوروساینس مدارهای عصبی هستن که در کورتکس وجود داره، که تو این تصویر یه نمای شماتیک رو ازش داریم میبینیم. و تصویر سمت B در واقع 1 2 3 4 داره لایه‌های قشر رو نشون میده و در واقع اون مثلثه مشکی و دایره داره یک شبکه اکسایتوری رو داره به نمایش میذاره، که لایه 4 مون بیشتر اسپاینی سل هستن، اسپاینی ساتلایت سل هستن، جاهای دیگه لایه‌های دیگه بیشتر عصبی پیرامیدال رو داریم. اینا مجموعاً شبکه تحریکی در واقع شو برام می‌سازن. این ور اگه نکنی زدی اینهیبیتور سرکت. اینهیبیتور سرکت مجموعه تعداد زیادی از نورون‌هایی هستن که نقششون نقش مهاری است. یعنی ماده میانجی که ترشح می‌کنن ماده مهاری است، یعنی گابا ترشح می‌کنن، گابا هم دوبلیک اسید ترشح می‌کنن و نقاط مختلف این نورون تحریکی رو منجر به اعمال مهار میشن درش. این ایجاد مهار باعث میشود که فعالیت نورون تحت تاثیر قرار بگیره، عملا ساپرس بشه تو اون نقطه‌ای که کارنت ورودی، تو اون نقطه‌ای که جریان مهاری داره وارد میشه کاهش پیدا کنه، یعنی نتونه در واقع به اون حد اندازه اولیش حرکت کنه به سمت سلول برای مثلا تو سل بادی برای تصمیم گیری راجع به فایر کردن یا فایر نکردن سل. انواع مختلفی از اونهایی که در صورت اینهیبیتوری داخل این نتورک قرار گرفتن طبق مطالعاتی که تو این چند سال اخیر انجام گرفته، شاید 10 سال اخیر انجام گرفته، ریسک گذاری های مختلفی پیدا کردن و نقش هر کدوم رو تلاش کردن ساینتیست ها که شناسایی کنن که چیه. اگه ملاحظه بفرمایید ما از نظر لوکیشن، یعنی نتورکی که اینهیبیتوری سیستم داره میسازه روی در واقع سیستم تحریکی، شامل المنت های خیلی مختلفی است، المنت های مهاری مختلفی است که جاهای مختلفی رو مهار میکنه. این لوکیشن های مهار میتونه برای مثال روی آکسون هیلاک باشه. آکسون هیلاک نقطه خروجی در واقع آکسون از جسم سلولی است، در این قسمت پایین داریم میبینیم. متاسفانه من کرسر نمیدونم چجوری میتونم روی این فعال کنم، اولین بار استفادهم بکنم نشستم، فقط توضیح میدم که کجاست. از بخدمت شما که در محل آکسون هیلاک میتونه مهار انجام بده، یا نوران دیگه ای رو میبینیم قرمز رنگ که روی جسم سلولی نوران پیرامیدال بست شده و مهار رو روی جسم سلولی انجام بده. این لوکیشن قرارگیری خیلی روی بحث شبکه نوروبیولوژی اهمیت داره، یعنی با توجه به اون چیزایی که تو ریتوفیزیولوژی ما به دست آوردیم و کار ایمیجینگ به دست آوردیم، میدونیم که محل اتصال نوران
خیلی اهمیت داره که کجا متصل بشه. توانایی سیناپسیشون مهمه، با وجودی که ماده میانجیشون یکسانه، اینا ویت یکسانی ندارن، یعنی مقدار کارنتی که ایجاد میکنن یکسان نیست. مقدار از بخدمت شما که رفتاری که تو هر سیناپس دیده میشه، یعنی رفتار سیناپس به شکل دیپرسینگ یا به شکل فسیلیتیتینگ، یعنی از یک تک پالس اینو ما ببریم به سمت تحریک با فرکانس، فرکانس 10 هرتز، 20 هرتز، 30 هرتز، چه بیهیویری رو در این سیناپس خواهیم دید؟ این سیناپس رفتارش تقویت شونده است، یعنی به مرور توانایی بیشتر میشه برای مهار، یعنی که داره کاهش پیدا میکنه در همون زمان کم. از این نظر با هم متفاوتن که چند تا سمپل گذاشتم که در واقع ببینید. و به نتورک ما پس مجموعه ای از نورون های تحریکی مهاری و حتی نوروماجولیتور هاست. این ساده ترین شکلی که من خدمتون توضیح میدم، میشود 5 سیستم نوروماجولیتوری، منظور آدرنرژیک سیستم، دوپامینرژیک سیستم، سروتونرژیک سیستم، هیستامینرژیک سیستم و کولینرژیک سیستم رو هم روی این مجموعه اد کرد، چون فایبر ورودی دارن به اکثر جاها، ولی خب نه به صورت همگه، جاهای خاصی از ضوابط مدارهای عصبی از این پروجکشن ها در واقع ورودی دریافت میکنن. ورودی اونا باز شبکه رو کامپلکس تر میکنه. فعلا داریم شبکه رو با دید بیولوژی سلول تحریک مهاری داریم. سلولای تحریک مهاری از نظر نوع با هم متفاوتن، از نظر مولکولار پروفایل با هم متفاوتن، از نظر مورفولوژی با هم متفاوتن، از نظر توانایی سیناپسی با هم متفاوتن، از نظر پلاستیسیتی در سیناپس شورت ترم لونگ ترم با هم متفاوتن، لوکیشنی که وصل میشن با هم متفاوتن، کامپوزیشن رسپتورهایی که اونجا هست با هم متفاوتن. میخوام بگم که نتورکی که ما تو بیولوژی نگاه میکنیم، تا جایی که من از آرتفیشیال نتورک اطلاع دارم، از کارهای مدل سازی اطلاع دارم، هنوز خیلی فاصله داره بحث شبکه سازی مصنوعی به رسیدن آن کامپلکسیتی که ما در مغز واقعا میبینیم. علتش این که این پیچیدگی فقط روی نورون، در هر 1 میلی‌متر مکعب ما 92,000 تا نورون داریم. 92,000 تا نورون که با هر کدوم 7,800 تا سیناپس وجود داره. من آرزوم اینه که شاید تا سال 2025 رو مدل سازی 1 میلی‌متر مکعب از کورتکس رو واقعا بشه به شکل حقیقی مدل کردیم، واقعا اون کاری رو انجام بده که نزد داره انجام. هدفم فقط معرفی اینه که معرفی کنم که ما به در واقع مدار عصبی یا شبکه عصبی رو تو بیولوژی چجوری میگیم، چجوری شناختیم. وریتی متنوعی از رسپتورها با انواع ویژگی‌ها بین اینها قرار گرفته که مدل سازی فکر می‌کنم کار خیلی آسونی نخواهد. این سرکت اینهیبیتوری نتورک که خدمتتون عرض کردم از نورون‌های مختلف تو لوکیشن‌های مختلف که با پتانسیل‌های متفاوت دارن اینهیبیشن انجام میدن تشکیل شده. میتونه رو جسم سلولی باشه، میتونه تو شفت لبه آپیکال دندریت باشه، میتونه تو دیستال دندریت باشه، اون نواحی دور رو. برخی از نورون‌های اینهیبیتوری اینهیبیتوری‌های دیگر رو اینهیبیت می‌کنن، یعنی مهار در مهار انجام میدن. تعدادشون تافت دندریت رو مهار می‌کنن که تو اون انتها داریم ملاحظه می‌فهمیم. غیر از اینا ما امروزه تحقیقاتی که سالهای اخیر انجام گرفته متوجه شدیم که حضور عواملی مثل آستروسیت ها هم یه رگولیتور هست، یعنی اینا رو هم واقعا نمیشه از عملکرد مدار عصبی دور دونست، یعنی در آینده احتمالا چیزهای بیشتری راجع به نقش گلیاسل ها خواهیم شد. روز آستروسیت ها حتی کشفیات اخیری وجود داره که نشون میده بعضا نوروترانسمیتر هم رها میکنن، ولی نه به اون شکلی که سلولای عصبی کار انجام. حتی عملکرد رگ‌ها مطالعاتی داریم که نشون میده در زمان سیستول و دیاستول عملکرد مدار عصبی با هم متفاوت هست و این هم عمل نمی‌کنه. با این نگاه از لباق مدار عصبی من می‌خوام یه توضیح کوچیکی بدم راجع به اینکه این مدار عصبی رو در بیولوژی ما چطوری بررسی می‌کنیم. راه بررسی به این شکله. یک روش روش‌هایی مثل برینبو مال دانشگاه هاروارد، گروه آقای جف ریچمن این کارو انجام میده. این تصویری که داریم ملاحظه می‌فرمایید، این تصویر داره انواع مختلف نورون‌ها رو نشون میده کنار هم دیگه در واقع هستند در دنتن جایروس هیپوکامپ. خب این نتورکیه که ما تو بیولوژی داریم، حالا جسم سلولی رو داریم ملاحظه می‌فرمایید، اون رنگی رنگی‌های تارتاری که بالاشون هم هست، آکسون دندریتاشون هست. این روش با در واقع تو حیوان ترانسژنیک و بعدش با عرض به خدمت شما که یک سری رنگ‌آمیزی به دست اومده، نورایی که قرمزن یه جورن، اونایی که از سبزن دقیقاً یه نوعن، اونایی که آبیان دقیقاً یه نوعن، این از کلمه رینبو گرفته شده یا رنگین کمان. رینبو یعنی رنگین کمان مغز.
این یه شیوه است که شناسایی کنیم تو نتورکمون سلولا چی هست. شیوه دیگه که استفاده شده متد صفحه بعدی است. یه متدی داریم به نام تیپ کالکتینگ از بخدمت شما که لیت اولترا میکروتوم. این هم جزء ابداعات دانشگاه هاروارد گروه جف ریچمن هست باز. تو این متد که خیلی کار انقلابی انجام داد سال 2015 مقالش چاپ شد، مغز مایس رو اومدن با قطعات نانومتری بودش انجام دادن، به طور اتوماتیک روی دونه نواری سوار میشه و میره برای میکروسکوپ الکترونی. تصاویر میکروسکوپ الکترونی بعدن بازسازی سه‌بعدی میشن پشت سر هم. دقیقاً تمام این قطعات هم توالیشو ساینتیست میدونه. بعد اینکه بازسازی انجام دادن میشود اینو تبدیل به استراکچر سه‌بعدی کرد. به استراکچر سه‌بعدی تبدیل شد، شما این نتورک واقعی مغز رو میتونید شناسایی کنید. یعنی دقیقاً متوجه میشین که چه نوع نورونایی چجوری به کیا وصلن، کجا قرار گرفتن. در واقع یک نگاه استراکچرال به نتورک واقعی بیولوژی هست که در مغز وجود داره. این خیلی از اطلاعاتی که مراجعه به کامپلکسیتی بیش از حد بیش از اندازه مغز رو بودیم، این مقاله سل هست از جف ریچمن. یکی از باز پایونرینگ ورک هایی که تو این هیته تو دنیا انجام میگیره بلو برین پروژکت. این تصویر صحیحه که مدیر آزمایشگاه در واقع بلو برین پروژکت اروپا ساوی هنری مارک را روی کردی که اینجا بیشتر فالو میشه تو بیولوژیش این شکله. این پروژه جنبه های کامپیوتیشنال یا مدل سازی اینا هم داره، ولی روی کرد بیولوژیش به این شکله که یک ستاپ 12 هچ کلمپ داره با کامپیوتر اسیستد سل سلکشن 12 تا نورون رو انتخاب میکنم، پچ میکنم برای اینکه نتورک رو بتونه در بیاره. داخل پیپتا محلولی هست که میشود بافت رو فیکس کرد، استینینگ کرد و آرایش نورون ها و نحوه اتصالشون با هم دیگه رو دید. یکی از این نورون ها رو میتونید اگه شما تحلیل کنید و از بقیه نورون ها ثبت بگیرید، خواهید دید که از خدمت کدوم نورون به کدوم نورون متصله. یعنی به صورت نوبتی هر کدوم از این 12 نورون رو بشه تحریک کرد، از بقیه ریکورد انجام داد. اونی که تحریک میکنین تو مود آی کلمپ یا در واقع کانت کلمپ قرار میگیره، بقیه تو مود ولتاژ کلمپ قرار میگیره. این که بتونین این جریان ورودی رو بسنجید. الگویی که داریم میبینین تحریک کرده دقیقاً همین الگو رو تو کارنت تو بعضی از این نورون‌ها ملاحظه می‌کنین. تعدادی از نورون‌ها متصل نیستن، مثل نورون پایین گوشه چپ و از بخاطر وسط از بالا دومی. خب اینا دیگه کانکتیویتی نداشته. خب پس من چی به دست آوردم؟ 12 تا نورون رو از لوکیشن به دست آوردم، اینا رو میشه نتورک کرد. من به 12 تا نورون رو از لوکیشن به دست آوردم و ارتباطاتشون رو با هم دیگه فهمیدم به مقدار کارنتی که به هم دیگه دارم میدن. اولین کار در واقع مدل سازی میشه نسبتا شبیه به مغز رو که خیلی از نظر فانکشنال البته اکسپکتیشن خوبی نداریم و نداشتیم که بتونه واقعا کار مغز واقعی رو انجام بده، ولی مدل استراکچرالش خب بسیار شبیه بود. گروه هنری مارکرام باز تو ژورنال سل چاپ کرد اواخر باز 2015. خب این از خدمت شما که ساختاری که داریم میبینیم استراکچر نشون میده و کانکتیویتیش از روی در واقع این استینینگ با میشود در واقع مورفولوژی نورون ها رو در آورد. یعنی ما شکل و شمایل نورون رو میتونیم داشته باشیم، الکتریکال پروفایل رو میتونیم داشته باشیم چون جریان بهش تزریق میکنیم. تزریقاتی که در برای جریان انجام میگیره میتونه یک شکل و شمایل و تیپ خاصی داشته باشه. یعنی از نظر فرکانس، از نظر داشتن یا نداشتن افتر هایپرپولاریزیشن، از نظر داشتن یا نداشتن ادپتیشن، این امکان رو به محقق میده که نوع احتمالی این نورون رو شناسایی کنه که چه نوع نورونی است. به این میگیم الکتریکال پروفایل. از یه مولکولار پروفایل داریم، یک الکتریکال پروفایل داریم، یک مورفولوژی داریم. هر کدوم از اینا یه هینت است برای فهمیدن این که ما با در واقع چه شبکه‌ای طرف هستیم. از روی اینا میشه مدل یا شبکه عصبی رو ساخت. اگر بخوام در واقع بیشتر راجع به المنت‌های مدار عصبی یا شبکه عصبی در بیولوژی صحبت کنم، من و خیلی از ساینتیستایی که توی دنیا کار میکنن مدل مناسبی که انتخاب میکنم برای توضیح دادن مدل نورونای گابایرژیکه. علتش اینه که هم تنوع در واقع توی این مدل زیاده، هم مطالعات اکستنسیو خوبی روش انجام شده. اینا فقط جهت این که دوستان یه انسایتی تو ذهنشون داشته باشن که واقعا مدار عصبی شامل چه قواعد، چه روزیت و چه چیزایی داره، اینو من خدمتتون توضیح میدم. در مورد نورونای گابایرژیک چیزی که شناسایی شده این هست که این نورونها دارای سه تا عدد مارکر هاشون خیلی بیشتره، ولی آنچه که ساینتیست ها بهش رسیدن اینه که با سه تا مارکر اگه بخوایم اینا رو دستبندی کنیم کار در واقع خوبی خواهد بود، یعنی میتونه در واقع یک شیوه خوبی باشه بخاطر این اوورلپ
کمی خواهند داشت. اینا رو به دستجات پاگوبون پوزیتیو، سوماتستاتین پوزیتیو و 5-HT2 ریسپتور پوزیتیو تقسیم میکنن. آخری یک گیرنده برای سروتونین هست. پاگوبومین یه پروتئین سیتوپلازمیک است، همچنین سوماتستاتین. این تقسیم بندی در واقع کاتگوری میتونه از به خدمت شما که تقریبا جوابگوی کار ما باشه، ولی تعداد خوب خیلی بیشتر. در تقسیم بندی بر مبنای مولکولار پروفایل اومدن به این رسیدن. تصویر دایره‌هایی که دارید ملاحظه می‌فرمایید نشون میده ما در لایه یک کورتکس بیشتر پاپولیشنمون جمعیت 5-HT2 ریسپتور پوزیتیو. یعنی چی؟ الان دارم من در مورد نودهای نتورک براتون صحبت می‌کنم. نودهای نتورک که با یه مورفولوژی خاص، با خصوصیات الکتروفیزیولوژیک خاص، نقطه خاصی قرار گرفتن و از بخبر به نورونای دیگه وصلن. می‌خوام اینجوری بگم، این نودها چون با هم متفاوتن، توزیع دیستریبیوشن این جنس‌های متفاوت چه شکلی است؟ مثلا لایه دوران‌های 5-HT2 ریسپتور پوزیتیو بیشترین در واقع تعداد رو تو لایه 1 داره. به لایه 6 داره، لایه 6 که بریم پایین هی تعدادش کمتر خواهد بود، تعدادش داره کمتر میشه. نورون‌های سوماتستاتین از لایه 1 تا لایه در واقع 6 بیشتر میشن، یعنی چی؟ به صورت قابل همتون که داریم میبینید تعدادش داره افزایش پیدا میکنه. برای نورون‌های پاروالبومین تا لایه 4 افزایش و دوباره کاهش داریم. این چه حال و این بیشتری مقدار رو دارن، توی 6 کم میشه، توی 2 و 3 نسبتا کم. این دیستریبیوشن علت داره. ما دنبال تو بیولوژی، دنبال بیولوژی نه، دنبال این هستیم که چه دلیلی داره، یا در واقع وجود این دیستریبیوشن چه محسناتی داره، وجود این دیستریبیوشن چه کاری داره انجام میده، آیا اصلا اپتیمایز شده است، آیا مثلا بهترین حالتی که میتونسته وجود داشته هست، آیا این خب اینا سوالاتی که به عنوان در واقع تو نوروساینس به عنوان عصب شناس در واقع دو پادش هست. پی وی اس اس تی 5-HT2 ریسپتور پوزیتیو با ساب گروپ دارن، مثلا اس اس تی گروه های X98 X94 مارتیناتیسل دارد که در واقع ساب گروپ هاش هستن. پی وی داره گروه چند لایر یا در واقع شکل لوسری و بسکت سل یا شکل سبدی شکل است. 5-HT2 ریسپتور پوزیتیو داره در واقع سلولای وی آی پی و نان وی آی پی، باز اکتیویت استنال پپتاید پوزیتیو و غیر باز اکتیویت استنال پپتاید پوزیتیو هستن. برای اینکه اینو بتونم در واقع براتون جا بندازم، یه چند تا از بخدمت شما که نکته با توجه به محدودیتی هم که در زمان داریم، من ساعت رو چک کنم دوباره، 7:30 تلاش میکنم، 5:30 ببخش، تلاش میکنم با توی یه رو 20 دقیقه در واقع جمع بکنم مسئله رو براتون. ببینین ما نتورک رو یا مدار عصبی بیولوژیک رو دیدی که بهش داریم اینه، میگیم اونجا یک سری سلولای وجود دارن، خب یک سری نورون‌های اونجا وجود دارن که شبکه رو ساختن. خب چه ویژگی‌هایی رو دنبالش می‌گردیم که دیسیفر کنیم بشناسیم که یه شناختی به ما در موردش بده؟ یکیش این که مین مارکرش چیه، یک یعنی ببینیم المنت‌های اصلیشون چی هستن، دو مورفولوژیکال تایپشون چطوریه، چی یعنی از نظر شکل، از نظر مورفولوژی چه تفاوتایی اینا، یعنی اهمیت داره ها در شبکه سازی بیولوژی. تارگتینگ بایاسشون چطوریه، یعنی چی، یعنی کدوم نورون کدوم نورون رو ترجیح میده، آیا این به صورت همگن هست بافت یا نه، کاملا سلکتیو انتخاب میکنه، درصدها متفاوتن، پس داره بایاس هستن. تارگتینگ بایاس. آناتومیکال پراپرتیشون چیست، آناتومیکال پراپرتی هم چی، یعنی که چه ویژگی ها و خصوصیات آناتومیکی داره هر گروه دیگه چی. فیزیولوژیکال پراپرتیشون چیست، یا ویژگی های بیوفیزیکشون چیست، یا الکتروفیزیولوژیشون چطوریه، تو این حیث هم میتونن با هم دیگه چی باشن، متفاوت باشن از هم دیگه. سیناپتیک پراپرتیشون چطوریه، سیناپتیک پراپرتی منظور وقتی که اطلاعاتی از سیناپس منتقل میشه تفاوت هایی دارن با وجود که نوروترانسمیتر یکسانی استفاده میکنن، و آیا مارکرهای دیگری دارند یا نه، این هم برایمون در واقع دارای اهمیت. خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم خدمتتون در مورد این گروه، در مورد این قواعد مال همه گروه هست، یعنی بگه من بخوام پاپولیشن نورونهای اکسایتاتوری، دوپامینرژیک، سروتونرژیک هر گروهی رو هر جایی بررسی کنم، این در واقع قواعد کلیه که من اطلاعاتم رو بتونه در مورد این نورونها کامل کنم. چجوری اینا به دست میاریم؟ خیلی دستشو نداریم، باید تحقیق انجام با پروژه های متعدد، اینا به مرور زمان دیسیپر میشن و این پازل رو کامل میکنن، پازل شبکه عصبی بیولوژیک رو. پی وی اس اس تی 5-HT2 پوزیتیو گروه هاش خدمت نزد کردم. پی وی نورون بیشتر شکلش بسکت و چند لایر، اس اس تی مارتینوتی و نامارتینوتیس که خواهم گفت که چه جوری هست،
5-HT receptor positive و گروه VIP bipolar, multipolar و CCK positive small basket cell داره. Non-VIP گروه small basket cell و neuroglial form cell و CCK positive large basket cell داره. از نظر تارگتینگ باید پیریا دوست دارم بچسبم به سوما و پروکسیمال دندریت، چندلر را میچسبم به آکسون اینیشیال سگمنت قسمت ابتدایی آکسون دندریت تارگتینگ نورون های SST. اگه مقاله دیدین زده ما روی دندریتی تارگتینگ اینهیبیتوری نورون کار کردیم، منظورش SST هست. آکسونال پلکسوس تو الوان میسازه مارتینوتی، این شبکه است دیگه. یه نورونی هست وایستر بیشتر تو لایه 4 و 5، خیلی زیاد تو لایه 5، از 5 پروجکت میکنه یا تو لایه 1 نت میسازه که نورون های مختلفی رو اونجا بهار کنه. یه شبکه ویژه داره درست میکنه، اطلاعات رو داره بیشتر از لایه 5 جمع میکنه، ولی مهار رو تو لایه 1 انجام میده. خب پلکسوس تو 1 نمیسازه نام مارتینوتی. نورون های وی آی پی مون بیشتر اینترنورون تارگتینگ هست، نام وی آی پی مون سایناپتیک اند والیوم ترانسمیشن داره. توی یه سری تصویر اینا رو با هم یه تو اسلایدهای بعدی خواهیم دید. حالا بخوایم برم برگردم، برای مثال اینا که خدمتتون عرض کردم رو اگه بخوایم با شکل و شمایل در واقع واقعیشون آشنا بشیم، یه همچی فضایی هست. ببینید نورون پاوالبومین بنفشه است، بنفشه داره رسم میشه کجا؟ بنفشه یعنی واقعا بنفشه اخیر در حاکی خیلی مشهور شده. البته چیز اومد باطلش کرد، کشفیات دو سه روز پیش راجع به شطور عرض بخدمت شما که یعنی رژن سوم بعد از بنفشه است، اول بنفشه بعد اون مایه الاغ بعد الان رسید به شطور. از بخدمت من پاوالبومین ها بیشتر مهارشون رو پروکسیمال دندریت و رو جسم سلولی انجام میدن. پایین داریم از واقع من چندلر سل رو داریم یا نورون های لوسی رو، اینا مهارشون رو قسمت آکسون هیلاک انجام میدن، وقتی خروجی از جسم سلولی تو نورون یعنی روی جاش رو داریم ملزم بفهمن. شکلشون هم کاملا شکل بیولوژیک واقعی. سوماتستاتین مارتینوتی سل رو داریم و میبینیم که از بخواه من چون که خدمتتون عرض کردم میاد بالا پلکسوس میسازه تو لایه 1 و مهار رو توی دیستال دندریت انجام میده. این هم که یه دونه بالای بالا یه دونه نورون پیرامیدال رو داره بتونه نمایش بده. این از نظر هم از نظر مورفولوژی ذره گویاست، هم از نظر نتی که میسازه در محل مهاری که روی نورون مقابل داره اعمال میکنه. خب برگردم روی تصویر. از نظر مورفولوژی هم این تصویر باز بعدی است. بسکت سل ها اینجوریه، تصویر بالای نصف بسکت سل و لارج بسکت سل رو داره نشون میده و اسمال بسکت سل رو که تو اونجا تو تصاویر داشتیم، اینا تصاویر مورفولوژیکن. نوروگلیاری فورم سل شکلش این وسط میبینیم، نورون های بایت آفتر و بایپولار. مارتینوتی سل این قسمت وسط سمت راست داره دیده میشه. مارتینوتی سل در واقع جسم سلولی تو لایه 5 هست و مهار تو لایه 1 انجام میده و یک نورون کاخالوید سل رو مشاهده میکنن. چند لایه سل هم این سر داریم میبینیم که آکسون تارگتینگ سل هست. این از نظر در واقع موقعیت مورفولوژیک. از نظر دیستریبیوشن آناتومیک هم بسیار با هم دیگه متفاوت هستن. یه مقداری راجع به محل حضورشون خدمتتون توضیح دادم. نورونای پی وی مثلا از لایه 2 تا 6 دیده میشن، بیشتر تو لایه در واقع 4 و 5 هستن، بیشتر از در واقع وضعیت مولتیپولار دارن. از نظر اینکه داخل این نورون ها از نظر اینکه داخل ستونی یا بین ستونی باشن، داخل لایه‌ای یا بین لایه‌ای باشن هم با هم متفاوتن. یعنی چی؟ این هم تو بحث نتورک خوب مهمه. یعنی شبکه‌ای که داره می‌سازه آیا از ستون خودش میره بیرون یا اینکه نه تو همون ستون آیا از لایه خودش میره بیرون لایه دیگر مهار می‌کنه یا اینکه نمی‌کنه. اینا باز اهمیتن. پی وی سلا هم در واقع اینترلیرن هم اینتراکالم اینترکالم نه جفتش رو اعمال می‌کنه و درصد ارتباطی خیلی بالایی دارن با سایر پی وی نورونا و پرینسیپال سل ها. نورون های چندلر بیشتر تو لایه 2 و 6 ان مولتیپولار ان، بیشتر پرینسیپال سل ها رو مهار میکنن و از بخدمت شما که آکسونال آربورشون خیلی لوکال هست. نورون های مارتینوتی از 2 تا 6 پیدا میشن ولی بیشتر تو لایه 5 هستن، مولتیپولار ان و بایت آفتر دندروتیک آربور دارن، بیشتر یه شبکه میسازه تو لایه 1، ترانس کالومنار آکسون داره یعنی تمام سراسر ستون یک آکسون رو ستون یک کورتکس رو در واقع میاد ستون کورتکس رو داره طی میکنه. از بخدمت شما که ارتباط کمی دارن با نورون های سوماته و استاتینی، یعنی خودشون با خودشون کانکشن خیلی کمی دارن. الان یه جدولی رو راجع به این که این تارگتینگ بایاس نه تنها برای لوکیشن حتی برای سالف سل تایپ هم هست.
یعنی چی؟ یعنی ما هر نودی رو به هر نودی داخل این شبکه عملا نمیتونیم بس کنیم بر مبنای داده‌های بیولوژی که به دست اومده. اطلاعات بعدی راجع به نورونای ناماتروتی که در 4 تا 5 لایه 4 تا 5 بیشتر دیده میشن، مولتیپولار هستن، پلکسوس تلوان نمیسازن، L4 سل ها سینگل اکسونال پلکسوس فقط تو لایه 4 دارن، L5 سل ها دو تا پلکسوس میسازن، دو شبکه مهاری میسازن، یکی تو 4 یکی تو 5. خب پس دو تا نت مهاری تو یکی تو 4 یکی تو 5 خواهد داشت. نورونای وی آی پی مون بیشتر تو لایه 2 سه بایپولار هستن، intercolumnar vertically vertical oriented dendritic crossing many layers دارن، یعنی دندریت ها چندین لایه رو طی میکنه و intracolumnar axonal arbor دارن. نوع نورون اسمال بسکت سل مون بیشتر مال لایه 1 multipolar dendritic arbor داره و اکسون های نروی translaminar. نوع نورگلیار فورم سل مون بیشتر مال لایه 1 تا 6 تو همه لایه ها دیده میشه، اسمال مولتیپلاد اندوتیک آربور دارد و از بخمت دنس اکسونان آربور. این تموم شده از نظر در واقع ویژگی ها و خصوصیات آناتومیک و موقعیت قرارگیری. من یه لحظه برم سراغ اون تارگتین بایاس نوع سلول رو خدمت رو نشون بدم. این تصویره از یه مقاله ای هست که جزء تاپ پیپرهای نوروساینس در واقع 7 سال اخیر بوده، مال گروه ماسم اسکانزیانی دانشگاه سان فرانسیسکو هست. از بخمت داره نشون بده که هر سل تایپی با تا این وسط تا وی آی پی کار داریم. ببینیم پاروالبومین درصد ارتباطیش با خودشون 100% با پیرامیدال سل ها هم 100%. ستون عمودی داره پرسیناپتیک نورون رو نشون میده، افقی داره پست سیناپتیک نورون رو نشون میده. این درصد پاروالبومین ارتباطش با اس اس تی ها 3%، با وی آی پی 22%. اس اس تی به پیرامیدا 54%، اس اس تی به پاروالبومین 33%، اس اس تی به اس اس تی 2%. تو جدول هم دیدیم خود نورون های در واقع مارتینوتی تمایل اتصال به SST هاشون خیلی کم هست. SST به VIP 77%، یعنی ماژور در واقع ساپرسور VIP نورون ها SST نورون ها هستن. VIP به پیرامیدال 2%، VIP به پاروالبومین 2%، VIP به SST 15% و VIP به VIP 2%. پس ما نتورکمونو تمایل انتخابی نورون ها بر اتصال به هم دیگه، راجب این که چجوری این ریگولیت میشه دوباره یه عالم دیگه است. خیلی دیتیل های بسیار زیادی هست که چه مترکتنت هایی میتونن عامل بشن، چه عوامل مپ ژنتیکی اولی هست که میتونه نتورک ها اینجوری به وجود بیاره، ولی این هست. یعنی در یک گوش بالغ ما به چنین نتورکی میایم میرسیم بسیار مشابه به اون نتیه که در مغز خودمون ممکنه بیایم ببینیم. پس غیر از این آخرین در واقع دیتیلی که میخوام اینجا خدمتتون بدم راجب بیوفیزیکش هست. بیوفیزیکال پراپرتی چطوریه؟ نورون های پاروالبومینمون یعنی تو این نودمون، تو این شبکه‌مون نودهای مختلف ویژگی های متفاوت دارن. پاروالبومین نورون ها فست فایرینگ پترن دارن، با فرکانس بالا شلیک میکنن، ادپتیشن ندارن، سازگاری بسیار جزئی دارن. از واقع شلیکشون معمولا با فرکانس بالاست، فرکانس های بالای 100 هرتز میتونه به طور معمول تولید بکنه. بریف اکشن پتانسیل دارن، لو اینپوت رزیستنس هم از واقع میتونه فرکانس بالا رو برای مدت طولانی حفظ کنه و ادپتیشن نداشته باشه. نورون چند لیرمون خیلی مشابه هست با پی دی، ولی یه قدری از عدد فرکانس کمتره. مارتینوتی سلامون لو ترشولد اسپایکینگ، یعنی با در واقع جریانات محدودتری با جریان کمتری میتونه برسه به ترشولد و شلیک بکنه. ادپتینگ یا برستینگ در واقع رزیستنس های اینپوت رزیستنس هم مقاومت ورودی بالایی دارن. ادپتینگ یعنی فرکانس میفته با تغییر جریانتون. مکس فرکانسی پایین تری دارن، میتونه ریباند اسپایک نشون بده و اسپایک فرکانسی ادپتیشن داشته باشه یا سازگاری در واقع اسپایک. نورون های نام مارتینوتیمون کوازی افس هن یا شپ افس هن. چرا؟ چون لو اینپوت رزیستنس هن، اکشن پتانسیل سریع دارن، مکس فرکانسی نسبتا بالایی دارن، ولی داره ادپتیشن. از اینجا میشود اینا رو تشخیص داد از نورون های افس واقعی. نورون وی آی پی مون های اینپوت رزیستنس انواع مختلف فایرینگ پترن داره، مثل ایرگولار اسپایکینگ، مثل برستینگ، بیشترشون ادپتینگ هستن. نورون های نوروگلیاری فورم سل مون ال اس فایرینگ پترن دارن، اینپوت رزیستنس بالایی دارن و به صورت الکتریکالی با سایر اینترنورون ها کوپل هستن.
آخرین نکته راجع به سیناپتیک پراپرتیشون هست. این در واقع یه نمونه ای رو از الکتروفیزیولوژیشون خدمتتون نشون خواهم داد. راجع به فیزیولوژیشون آنچه که فهمیدیم اینه که نورون‌های پاروالبومین و دارای ویژگی سیناپسی سیگنال‌های در واقع جریان ورودی نورون پس سیناپسی رو دارن عرض می‌کنن. فاست، استرونگ و دیپرسینگ هست. هم اکسایتوری اینپوتشون هم اینهیبیتوری آوتپوتشون هر دو تا چه بگیره چه بده. این برعکسه در نورون‌های سوماتستاتینی، یعنی ارتباط به شکل فاسیلیتیتینگ اکسایتوری اینپوت و اینهیبیتوری آوتپوت هست. خب برگشت حالا خیلی جنس داده این نیست و مارکرهای اختصاصی دیگر رو هم دیگه چیز نمی کنم، دیگه واردش نمیشم که متن مسئله سخت نشه. ما نتورک رو اینجوری شناسایی می‌کنیم که بیولوژی، یعنی بر مبنای مارکرهای اختصاصی جایگاه نورونا رو پیدا می‌کنیم، رنگشون می‌کنیم، می‌فهمیم چقدر دیستریبیوشن هر جنسی تو چه لایه‌ای داره که جایگاهشون رو بفهمیم. خصوصیات الکتروفیزیولوژیشون هم تکی بررسی می‌کنیم. یه نکته مهم دیگه تو نتورک سازی غیر از اینکه مورفولوژی ها دیستریبیوشن همگن ندارن، ببینید یا به صورت ناهمگن، یعنی با درصدهای متفاوت از نظر مورفولوژی مختلف توضیح شدن توی کورتکس، آیا سایناپسایی که بهشون وصل میشه یا اینا به دیگران میدن هم عددی یکی هم، این هم یکی نیست، آیا به صورت راندومه، یعنی به صورت همشون رو جمع بزنی به یه عددی میرسی، بازم نه. چرا؟ چون هر کدوم عدد خاص خودش داره. مثلا مارتین اوتیسلا تعداد سیناپسایی که رو نورون پیرامیدال میدن، یعنی یه دونه مارتین اوتی به یه دونه نورون در واقع از بقیه مجموع پیرامیدال سه، یه عدد حدود 10-12 داره. مثلا این برای اسمال بسکتر نزدیک 17-18 عدد بالای 10، در حالی که تعداد سیناپسایی که از پیرامیدال سه میگیرن تعدادش خیلی محدودتر و کمتره. مثلا در چند لایر سل دورور 3 هست، در نصف بسکتر عدد کمه، تو این آخریه تو مارتینو چیزی سل رسیده به حدود 10. پس در نتورک سازی بیولوژی تعداد سیناپسایی که میدن یا میگیرن از هر نورون یه متد دیگه است، یه موضوع دیگه است که باید لحاظ بشه و اینا تو نورساینس محل بحث بوده و براش داده وجود داره که میشه در واقع مدل سازی استفاده کرد. این الگوی فایرینگ متفاوت نورون هاست. در قسمت ابتدا داریم فست اسپایکینگ نورون رو میبینید که با افزایش شدت جریان الگوی خیلی منظم با فرکانس بالایی رو میده. الگوی دوم دیلید فست اسپایکینگ که با تأخیر جواب میده ولی با تعویض جریان پاسو بهتر خواهد شد. رگولار اینیشال برستینگ، این رگولار اینیشال برستینگ رو تو در تصویر بعدی میبینید. رگولار اینیشال برستینگ در واقع آیتم دومش، دومین ردیف داره ریباند اسپایک رو هم نمایش میده تو این تصویر. خب اینقدر متنوع هست از نظر داشتن ادپتیشن یا نداشتن ادپتیشن تو الکتروفیزیولوژی نورون ها، فقط در نورون های اینهیبیتوری این تازه، یعنی کل حالا دنیای نورون ها رو فعلا محدود کردیم به اینا که در واقع یک قانون یا قواعد یا رولز رو بتونیم با هم یه مروری بکنیم. نان فست اسپایکینگ نورون ها رو ببینید، باز دارای از بخش ادپتیشن هستن، فرکانس پایین تری دارن، بعضیاشون افتر هایپرپولاریزیشن دارن، بعضی ندارن. این الگوها میتونن خیلی الگوهای متنوع و پیچیده‌تر و نامنظم‌تر هم داشته باشن که ردیف پایین اومده یه تعدادش رو نمایش داده که برای اینکه ما بتونیم بیشتر راجع به این دید داشته باشیم. از مجموع اینها نهایتاً عصب‌شناسان و نوروساینتیست‌ها نتورک واقعی که در مغز وجود داره رو بازسازی می‌کنن. من فکر می‌کردم خیلی شاید فرصت نباشه. یه سری مطالبی گذاشتم، گفتم شاید سریع پیش رفتیم، ولی فکر می‌کنم در واقع دو تا مطلب خدمتتون عرض بکنم یه بحث رو ببندمش. یکی از نکات دیگری که در بحث نتورک سازی مطرح هست بحث اینه که چقدر نورون ها داخل لایه یا بین لایه دارن اختصاصی عمل میکنن از تارگت مناسب بحث شدن، یعنی این تارگتینگ بایاس چقدر ویدین لایر و چقدر در واقع بیتوین لایر اختصاصی است. به این رسیدن که هر چقدر داخل لایه ای تر باشه تارگتینگ بایاس بیشتره، یعنی وقتی که از جای دورتری اطلاعات داره میاد تو مغز واقعی این اطلاعات به صورت یه مقداری با بایاس با دقت کمتری دست میشه در واقع تارگت هدفی که مد نظره. دوم این که نوع اتصالی که نورون ها دارن، مثلا در مورد سوماتوستاتین پی وی که سوماتوستاتین بحث میشه به دیستال دندریتا ولی پی وی بحث میشه به جسم سلولی در نورون های اطراف خودش، این امر خودش باعث شده که چه اتفاقی بیفته، باعث شده که ما با گرفتن فاصله کورتیکال دو تا نورون نگاه میکنیم که هر چقدر فاصله بیشتر میشه تا حدود 200 میکرون اثر زیادی در سوماتوستاتین نورون نداره، تا حدود 200 میکرون تقریبا کانکشن پروبابیلیتی دراپ نکرده، دور بر همون 80% هست. لاکی نم در مورد پی وی خیلی به صورت خطی تری
افت پیدا میکنه. علت اینه که چون در واقع بس میشه رو جسم سلولی، فاصله با جسم سلولی باعث اهمیته، ولی در نورون و سوماتیستی نه، چون پروجکشن محل اتصال یه جایی خیلی دوردستی هست که ارتباط رو برقرار میکنه. آخرین در واقع تصویری که میخوام خدمتتون نشون بدم، اسلایدی که خدمتتون نشون بدم، این اسلاید در واقع راجع به سایناپتیک پلاستیسیتیه. در سمت در واقع راست داریم ارتباط پیرامیدال نورون به پی وی و پیرامیدال نورون به سوماتستاتین این بردارید، پی وی به پیرامیدال سل و سوماتستاتین پیرامیدال سل، الگوها کاملا دارن حرف میزنن، تفاوت رو کاملا داره داد میزنه. یعنی شما با فرکانس 10 هرتز نورون پی وی رو تحریک کنی، یک کاهش در سایز آی پی اس پی ایجاد شده خواهید دید. اگر سوماتستاتین رو تحریک کنیم با فرکانس 10 هرتز، یک افزایش در آی پی اس پی ایجاد شده خواهید دید، دونه به دونه به ازای پاسخ هر اکشن پتانسیلی که داریم ایجاد می‌کنیم. فرکانس بره بالا این اثر شدیدتر هم میشه. مدارای پایین رو ملاحظه بفرمایید، کاملا گویاست، تو 40 هرتز اومدن چک کردن. این بر برعکسش، یعنی اکسایتیشن اگه اعمال بکنیم به نورون پی وی، چه از در واقع چه روی پی وی چه روی سوماتو، این دو تا الگویی که اینور دیدیم باز تکرار میشن اینور. یعنی چی؟ یعنی از اکسایتور نورون به پی وی الگو دیپرسینگ، اینجا ای پی اس پی رو داریم. ای پی اس پی سایزش دراپ میکنه و ای پی اس پی سایزش بزرگ میشه در از نورون پیرامیدال به نورون سوماتستاتی. اگه فرکانس باز تغییر کنه، فرکانس رو از 10 هرتز بیاریم روی 40 هرتز، باز این اثر شدید داره خواهد. عرض خاصی من ندارم، امیدوارم خستتون نکرده باشم با این بحثی که راجع به بیولوژی در واقع علوم اعصاب. خیلی ممنونم دکتر از ارائه خیلی جذابتون استفاده کردیم. خیلی اگر سوالی باشه دوستان میتونن بله هم صداشون میاد بچه‌ها، بله میتونم دسترسی صحبت بهشون بدم، میتونن تایپ بکنن من برای شما بخونم. حالا هر خیلی ممنون از سوالی اگر باشه. خب یا سوالی نیست، من خودم یه سوال داشتم. این شما فرمودید که برای هر نورون یک سری دیتا ست ها آماده، یعنی دیتا ست ها موجود هستش و این دیتا هاش هست و میدونیم رفتاراش به چه صورتی داره تغییر میکنه. می‌خواستم ببینم این دیتا ست هاش اویلیبل، یعنی مثل او اس اف یا مثلا اوپن اف ام آر آی که یه سری دیتا های شیر میذارن، این دیتا های سینگل سل هم چیز هستش که بتونیم مثلا دسترسی داشته باشیم یا نه؟ بله. عرض بکنم شما که یه سری دیتا رو الن انستیتیوت اویلیبل قرار داده، مؤسسه الن، که این در واقع دیتا رو به شکل بیشترش دیتاهای این ویترو هست، دیتای این ویترو هم روش هست. بزنین سل دیتابیس الن انستیتیوت، ما یک دور استفاده کردیم، خیلی هم کار سختی نیست، یه قدری باید از بخدمت باش در واقع کشتی گرفته بشه راجع به اینکه چجوری میشه دیتا رو ازش اکسترکت کرد. یه چنین کار رو انجام دادیم، یه مقاله فرونتایرز هم چاپ کردیم که دیتای خودمون با ریکن و با الن رو همه رو با هم داره تو اون مقاله. یعنی یه الگوریتمی ساختیم با هر سه تا تست کردیم که الحمدلله جواب داد و چاپ شد. مقاله فرونتایرز این نورو ساینس. آقای رامان قادری الان چیز هستن، دانشجو دکترا توی ای پی اف ال سوئیس از مشکل کارپیترسون، اگه کاری هم بود میتونید ازشون بپرسین راهنمایی کنه. چه دیتایی که از چیز گرفت، از سامانی الان گرفت، اینا دیتای ای ویترو دارن، همین ویترو دارن، جای دیگه هم هست تو مثلا پروژه بلای پروبرین پروژه، بعضی جاها باید نامه نگاری کنید، یعنی باهاشون ایمیل چیزی بزنید به اجازه بهتون بدن که بتونین در واقع چیز کنید، داده رو مثلا بهتون اکسس بدن، ولی مال الان کلا آزاده، یعنی کاملا آزاده اویلیبل. درست فهمیدید بولبرین هم پروژه بولبرین هم دیتاش اویلیبله؟ پروژه بولبرین رو فقط با نامه نگاری میتونم، به فکر میکنم برخی از دیتاهاشون رو میتونیم مکاتبه کنیم ازشون بگیریم. آها راجع به جای دیگه هم همینطوره، من با یک آزمایشگاهی تو بلژیک رو باش تماس گرفتم راجع به کاری لازم داشتیم، یه تعداد دیتا بهمون داد، البته باید یه مقداری بهتون حالا اعتماد داشته باشن بدونم مثلا چیز نمیشه مثلا از دیتا استفاده بعدی نمیشه، بعضی جاها متاسفانه چیز نمیکنه، همکاریشون ضعیفه، چون دیتا گیری براشون خیلی هزینه زیادی داره، به خاطر اینکه مثلا ابزار خیلی سوفیستیکیتد داشته باشه. خیلی ممنون آقای دکتر، قربان شما، سلامت باشید، لذت بردیم از ارائهتون و خیلی استفاده کردیم، ارادت دارم، سلامت باشید. خواهش می‌کنم.
زحمت بشید. در حد 10 دقیقه برای اختتامیه در خدمتتون هستیم و بعدش هم که تاک تموم بشه. آی دکتر ما در خدمت شما هستیم. بله. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و خسته نباشید میگم به همه. میدونم خیلی خسته هستید و زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط اینکه چند نکته رو میخواستم خدمتتون بگم. اینکه در واقع اول از همه خدا رو خیلی در واقع شاکریم که تونستیم اولین دوره سمپوزیوم سه روزه کامپیوتیشنال مدمتیکال سایکولوژی رو با یه تاپیک اختصاصی برای امسال روی دیپ لرنینگ و نورال نتورک بتونیم با میزبانی پژوهشگاه شناختی مغز دانشگاه شهید بهشتی و در واقع آکادمی لوب بتونیم برگزار کنیم. همونطور که خاطرتون هست ما قرار بود این سمپوزیوم رو توی هفته اول اسفند ماه برگزار کنیم، ولی متاسفانه با شیوع کرونا و تعطیلی که در واقع پیش اومد ما مجبور شدیم که سمپوزیوم رو فعلا در واقع به تعویق بندازیم. و در واقع نکته اصلی که میخواستم خدمتتون بگم این هست که ایده این سمپوزیوم توی مهر ماه پارسال ما به ذهنمون رسید که بیایم روی یه موضوع خیلی تخصصی، کاملا تخصصی بین رشته‌ای با یه محوریت یه کور به اسم کامپیوتیشنال ماتماتیکال سایکولوژی بتونیم در واقع یه کاری انجام بدیم که همونطور که در واقع مستحضر هستید، کامپیوتیشنال ماتماتیکال سایکولوژی روی مدل سازی ریاضی پرانتهای شناختی مثل در واقع دیسیژن میکینگ، لرنینگ یا مموری و در واقع بحثای در واقع کارکردهای شناختی کار میکنه. ما امسال در واقع تاپیکی که برای این سمپوزیوم قرار دادیم دیپ لرنینگ اند نورال نتورک بود که با این در واقع شرط که بتونیم روی لبه مرزی بتونیم حرکت کنیم که نه اینکه کامل مهندسی و علوم کامپیوتر باشه و نه کامل روی نوروساینس و سایکولوژی وارد بشه، بتونیم روی لبه مرز حرکت کنیم که بتونیم یه دیدگاه جدیدی بین در واقع بچه‌های ایران بتونیم ایجاد کنیم. به همین خاطر اومدیم در واقع وارد یه سری در واقع نامنگاری هایی شدیم با همکاری که توی دانشگاه مختلف داشتیم تا بتونیم نظرشون رو بخوایم ببینیم چجوری میشه همچین کاری انجام داد و خدا رو شکر با استقبال خوبی روبرو شدیم و تونستیم این سمپوزیوم رو تا جایی که تو دستمون هست تو سطح قابل قبولی بتونیم برگزار کنیم. البته متاسفانه ما اینو قرار بود به صورت حضوری باشه برگزار کنیم، ولی با توجه به اوضاع در واقع تصمیم برای این گرفتیم که در واقع به صورت آنلاین فعلا امسال بتونیم این کار رو انجام بدیم. من نتونستم با تک تک عزیزان شرکت کنندگان از بزرگواران بتونم از نزدیک در واقع ارتباط بگیرم. اگر هر سوالی، کامنتی یا مشورتی لازم بود میتونیم در واقع به صورت ایمیلی با همدیگه ارتباط بگیریم و جلسات آنلاین با همدیگه داشته باشیم. از کاستی هایی که توی این سمپوزیوم بوده من جدا خیلی عذرخواهی میکنم، روز آخر یه خورده مشکلاتی پیش اومد که در واقع دست خودمونم زیاد نبود، ولی به هر حال من عذرخواهی میکنم از همین دوستان. نکاتی که وجود داره یکی در مورد ویدیوهایی هست که در واقع مربوط به این سمپوزیوم هست، ما کامل سعی خواهیم کرد با در واقع تیم لوب بتونیم اینا رو سریعتر آنلاین قرار بدیم و در اختیار شما قرار بگیره. و به غیر از اون گواهی شرکت توی این سمپوزیوم هم ما سریعتر در واقع یه کاری خواهیم کرد که سریعتر بتونیم به صورت آنلاین براتون ارسال کنیم. و بحث بعدی بحث ورکشاپ هنوز باقی مونده که ما کامل سعیمون رو میکنیم که توی اردیبهشت ما قطعا بتونیم اینو برنامه‌ریزی کنیم تا بتونیم در واقع اون ورکشاپی هم که قبل از سمپوزیوم قرار بود برگزار بشه که یه روزش برگزار شد، یه بار دیگه در واقع بتونیم اون سه روز رو در واقع انجام بدیم. و خیلی تشکر میکنم از همه دوستان، از پژوهشگاه علوم شناختی و مغز مخصوصا ریاست محترم دکتر پور اعتماد و آکادمی لوب که بدون در واقع بچه های آکادمی لوب قطعا این سمپوزیوم به نتیجه نمیرسید. و من خیلی دوست دارم که آیه هادیان بعد از اینکه آیه غلامزاده صحبتشون کردن نظرخواهی دوستانم داشته باشم تا بتونم از نظر بزرگوارم استفاده کنم. خیلی ممنونم.
تشکر های دکتر. قطعا بدون کمک های شما و بدون پیگیری شما قطعا این سمپوزیوم برگزار نمی شد و ما شاهد تلاش های شما بودیم که چقدر این برای این سمپوزیوم حتی تا همین لحظه آخری داشتید پیگیری می کردید. ازتون تشکر می کنم. از آقای غلامزاده مدیرعامل آکادمی لوپ و کلا مجموعه لوپ دعوت می کنم که در خدمتشون باشیم و چند کلمه ای هم ایشون صحبت بکنم و بعد هم نظرسنجی داشته باشیم. تشکر های دکتر. سلام داریم؟ بله. با عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما شرکت کنندگان گرامی. اول از همه میخواستم از همه همکارانی که تو برگزاری این سمپوزیوم کمک کردن یه تشکر ویژه‌ای داشته باشم، علل خصوص از جناب آقای دکتر امانی راد و همچنین آقای هادیان که به صورت تمام وقت حد اکثر انرژی خودشون رو گذاشتن که این برنامه بدون نقص و به نحو احسن برگزار شه. جا داره اینجا از حامیان اصلی این برنامه شرکت سامان سلامت پژوه که یکی از شرکت‌های پیشرو تو حوزه سلامت و بهداشت که با وزارت بهداشت کار میکنه که اکثر پروژه‌هاشون هم حول محوریت دیتا ساینس که حالا صبح دقیق‌تر خود آقای مهندس هوربخ راجع به پروژه‌هاشون و نحوه همکاریشون توضیح کامل رو دادن و همینطور اسنپ که همتون میشناسین و از اونجایی که کلاً دیتا آنالیست تو کسب و کارهای امروزه حرف اصلی رو میزنه تو اسنپ هم به همین ترتیبه. خیلی دوست داشتن که شما رو تو این برنامه همراهی کنن. دوستانی که تمایل دارن تو این زمینه با اسنپ همکاری کنن، یه فرم رو آماده کردم به صورت آنلاین، لینکش رو توی حالا کانال و گروه و اینا گذاشتیم که با پر کردن اون فرم میتونید با اسنپ در ارتباط باشید. همینطور میخواستم از پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی و ستاد علوم شناختی هم بابت اینکه همه جوره ما رو حمایت کردن تشکر کنم. به نظرم برنامه خیلی بزرگ و قوی بود، امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه و حداکثر استفاده رو از برنامه برده باشین، چون به ندرت میشه همچین برنامه‌ای با همچین اساتید بزرگی که از همه جای دنیا شرکت کنن برگزار کرد. خیلی مشتاقیم که نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو بدونیم. برای همین منظور تو روزهای آینده در نظر داریم یه دونه فرمی تهیه کنیم و توی گروه بذاریم که نظرات ارزشمندتون رو بدونیم و همونطور که جناب آقای دکتر امانی فرموندن راجع به کارگاهمون، همون کارگاه یادگیری عمیق، ما اون رو سعی میکنیم که سریع‌تر تایمش رو ست کنیم که با بهترین کیفیتون هم بتونیم براتون برگزار کنیم. بعد حالا خیلی درخواست دادن که زود به زود دوره بذاریم و دوره های آنلاین بیشتری برگزار کنیم. خب چشم، ما داریم همه تلاشمون رو میکنیم که دوره‌های بیشتری برگزار کنیم. یه پلتفرم جدید توسعه دادیم که اشاره تا یکی دو هفته دیگه رو نمایی میکنیم که توش دوره‌های آنلاین متعددی برگزار میکنیم. بعد با برگزاری این دوره‌ها اهداف زیادی داریم، از جمله اینکه بتونیم با همه افرادی که میخوان، یعنی اون افرادی که دوست دارن دانشگاه‌های مطرح دنیا اپلای کنن، یه کمکی کنیم. خب قطعاً مثلا مردی که همین دوره ارزش علمی خیلی بالایی داره، چون تو سطح بین المللی با اساتید مطرح دانشگاه‌های خوب برگزار شد و میتونه تو این زمینه بهتون کمک کنه. از طرفی واسه افرادی که میخوان موقعیت شغلیشون رو ارتقا بدن هم دوست داریم مفید واقع شیم، مثلا با شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران در ارتباطیم که ما رو تو همه این برنامه‌ها حمایت کنن. یه خبر خوبم برای علاقه‌مندان به دوره ماشین لرنینگ دارم، اونم این که ایشالا هفته دیگه یه ورکشاپ رایگان روی ماشین لرنینگ و برنامه‌نویسی پایتون برگزار می‌کنیم که اساتیدش هم جناب آقای هادیان و همینطور جناب آقای اخوان هستن که احتمالاً اکثراً بشناسینشون، که واقعاً به جرات میتونم بگم جزو بهترین اساتید حوزه علوم داده هستن، که امیدوارم این دوره نیز مورد استقبالتون قرار بگیره. و در آخر هم راجع به چالش دیتا ساینس پیشرو می‌خواستم صحبت کنم که آقای هادیان فکر کنم امروز اشاره کوچیکی بهش داشتن. برای این ماه با حمایت شرکت سامان سلامت پژوه روی حوزه بهداشت و درمان یه چالش دیتا ساینس داشته باشیم
که یه چالش بزرگه با تجارت شرکت کننده های زیادی که قراره به تیم های برتر جوایز نقدی ارزنده‌ای بدن که حالا جزئیاتش رو به زودی منتشر میکنیم. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم تونسته باشین شما رو ذره‌ای در مسیر موفقیت کمک کرده باشیم. خدا نگهدار.